بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بینندگان بسیار عزیز و گرامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته در خدمت دوستان و سروران گرامی هستیم با درس های پیرامون سیمای صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و وسلم و تا این جلسه قسمت از سیمای صحابه در قرآن سیمای صحابه در سنت صحبت کردیم و گروه های از صحابه رو خدمت دوستان و سروران گرامی معرفی نمودیم و بعد از اون به بیان فضیلت بعضی از شخصیت های برجسته در میان صحابه پرداختیم و با زندگی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه این مسئله رو آغاز نمودیم گفتیم در مورد ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه که ایشون بدون شک جزو سابقین اولین هستند اون کسانی که قرآن کریم در مورد اونها فرموده است و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضو عنه پیشگامان نخستین مهاجرین و انصار و کسانی که از آنها به خوبی پیروی بکنند خداوند از اونها خشنود شده و اونها از خداوند خشنود شده است خوشنود شدند در نتیجه ما با قاطیت میتونیم بگیم که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه جزو سابقین اولین مهاجرین هست کسی که با رسول مکرم اسلام هجرت کردند همچنین ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه جزو بدری ها هست اون کسانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مورد اونها فرمودند اعملوا ما شئتم اینی قد غفرت لکم پیامبر فرمودند لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شیتم انی قد غفرت لكم شاید خداوند عز وجل از اوضاع و احوال اهل بدر پیدا کرده اطلاع پیدا کرده و فرموده هر میخواهید انجام دهید من شما رو بخشیدم همچنین ابوبکر در احد در صلح حدیبیه در بیعت رزوان اون بیعتی که خداوند عز وجل در موردش فرمود لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونك تحت الشجره خداوند از مؤمنینی که زیر درخت با توی پیامبر بیعت کردن خشنود گردید جزو این گروه از مؤمنان نیز ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هست و همچنین گفتیم که ابوبکر مردی است که در لحظات سخت و در لحظات دشوار و مرد بحرانها کسی که در تمام بحرانها در زمان حیات رسول مکرم اسلام و بعد از وفات رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم مردی بود که در تمام بحرانها ثابت قدم و استوار ماند کسی که در مکه در کنار رسول الله شکنجه ها و اذیت و آزارها را متحمل گردید در جریان سخت هجرت با رسول مکرم اسلام هجرت نمود در غزوات در کنار رسول مکرم اسلام که همونطوری که میدونید بیشترین حملات و بیشترین در واقع حجوم کفار و مشرکین در غزوات به شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود تا به ایشون آسیب برسونند و در تمام این صحنه ها ابوبکر صدیق در کنار رسول مکرم اسلام بود همچنین گفتیم و متذکر شدیم که هنگامی که رسول اکرم وفات نمود و صحابه سراسیمه و پریشان و مسترب شدند اون کسی که در کنار رسول مکرم اسلام در واقع ایستاد و اومد و اعلام کرد که رسول خدا وفات نموده ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بود در این جلسه به یکی دیگر از مهمترین موزگیری های این شخصیت بزرگ اسلامی و این خلیفه اول رسول الله صلی الله علیه و آله علی و سلم می پردازیم و اون جریان و موزیگیری ابو بکر صدیق در برابر مرتدین بعد از رسول مکرم اسلام که این خودش یکی از بزرگترین فضایل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه به شمار می رود می که بعد از اینکه مهاجرین و انصار ابو بکر رو به عنوان خلیفه انتخاب کردند و خبر وفات رسول مکرم اسلام در میان عرب منتشر شد و در میان مردم مدینه و اطراف مدینه منتشر گردید تعداد زیادی از بادیه نشینان و از کسانی بویژه از کسانی که در سالهای آخر عمر مبارک رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مسلمان شده بودند مرتد شدند و از دین برگشتند پیامبر در روزهای آخر حیات مبارکش لشکری را به رهبری اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه تدارک دیده بود تا به مرزهای روم بفرستد وقتی که پیامبر وفات نمود صحابه مشورت دادند من جمله عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه که شما این لشکر رو نفرستید به خاطر اینکه شرایط مدینه بحرانی است تعداد زیادی از مردم اطراف مدینه مرتد شدند و ما همکنون به این لشکر در داخل مدینه منوره برای دفاع از مدینه نیاز داریم اما ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمودند که لشکری را که رسول مکرم اسلام گسل داشته و دستورش رو صادر کرده من دستور پیامبر رو کنار نمیگذارم بلکه دستور رسول مکرم اسلام رو اجرا می کنم و این گونه با اصرار ابو بکر و مقاومت و استقامتش در برابر آرای مخالف این لشکر رو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه گسل داشتند و عمر رضی الله عنه میگه به اندازه ای ابو بکر صدیق اصرار کردند که خداوند به من هم شرح صدر عنایت کرد و من هم تقریبا پذیرفتم و قانع شدم که فرستادن این لشکر یعنی لشکر اسامه خوب است و اشکالی ندارد بعد از اون ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه اعلام جهاد و مبارزه نمود در برابر مرتدین در برابر کسانی که بعضی ها نفس اسلام رو نپذیرفتند و بعضی ها زکات رو انکار کردند و به هر حال مرتد شدند و از اسلام برگشتند در این موقع باز هم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه اعلام جهاد نمود با اینها و اعلام کرد که باید در برابر اینها باید مبارزه بشه و باید جهاد بشه و فرمود که سوگن به پروردگاری که جانم در دست اوست اگر یک زانوبند شطور را همین ها در زمان رسول الله به عنوان زکات پرداخت میکردند و الان بخواهند پرداخت نکنند در برابر اینها مبارزه خواهم کرد همچنین فرمود با کسانی که تفاوتی میان زکات و نماز بدونند با اونها مبارزه خواهم کرد به خاطر اینکه ز... نماز و زکات در قرآن کریم در جاهای متعددی در کنار یکدیگر قرار گرفتند بعضیها خدمت ابو بکر اومدن و گفتند ای ابو بکر چگونه با کسانی که لا اله الا الله میگن مبارزه میکنی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی فرمودند لا اله الا الله حق و حقوقی دارد و اگر اینها حق و حقوق لا اله الا الله رو ادا نکنند با آنها مبارزه خواهم کرد به هر حال این گونه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه جهاد و مبارزه با مرتدین رو آغاز نمود اون چه مهم هست در مورد ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه و مسلمانانی که جهاد کردند این آیه قرآن کریم هست که میفرماید یا <applause> ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الكافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم قرآن کریم میفرماید یا ایها الذین آمنو ای کسانی که ایمان آورده اید من یرتد منکم عن دینه هر کس از شما از دینش مرتد شود به زودی ان قریب الله متعال قومی را می آورد که یحبهم و یحبونه اونها الله را دوست دارند و الله متعال اونها رو دوست دارد اذلت علی المؤمنین در برابر مؤمنین خاشه و فروتن هستند عزت علی الکافرین در برابر کفار سخت میگیرند و در برابر کفار خشن هستند یجاهدون فی سبیل الله و در راه الله جهاد کنند. لا یخافون لومت لائم از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمی ترسند ذالک فضل الله یوتیه من یشا این فضل الهی است به هر کس که بخواهد عنایت می کند و الله واسع علیم و رحمت خداوند فراگیر هست و الله متعال بسیار داناست به اتفاق مفسرین و مورخین اون کسانی که مرتد شدند بعد از وفات رسول مکرم اسلام تعدادی از بادیه نشینان و سهرانشینان و کسانی بودند که در اطراف مدینه منوره مسلمان شده بودند یا تازه مسلمانانی بودند که در آخر حیات رسول مکرم اسلام مسلمان شده بودند و اون کسانی که در برابر اونها جهاد و مبارزه کردند و خداوند آنها را اینگونه ستوده است که یحبهم و یحبونه خداوند اونها رو دوست دارد و اونها خداوند رو دوست دارند اذلت علی المؤمنین خاشه و فروتن در برابر مؤمنان هستند و عزت علی الکافرین و در برابر کفار سخت و خشن هستند و یجاهدون فی سبیل الله در راه الله جهاد میکنند ولا یخافون لومت اللائم و از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمیترسند مصداق این توصیف ها و این ستایش ها ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و مهاجرین و انصار و یاران ابوبکر صدیق هستند که با این مرتدین جهاد و مبارزه کردند در نتیجه باید این گونه نتیجه گیری بکنیم که کسانی که در صدد این هستند که خلط مبحث بکنند و بگویند بله صحابه پیامبر کسانی بودند که بعد از پیامبر مرتد شدند و از اسلام برگشتند ما در گذشته هم متذکر شدیم و الان هم میگیم که اون کسانی که بعد از پیامبر خدا مرتد شدن و کافر شدن اونها جزء صحابه پیامبر نیستند و هیچ کس اونها رو جزء صحابه پیامبر به شمار نمی آورد به خاطر اینکه ما صحابی به کسی میگیم که در زمان حیات رسول الله ایمان بیاورد و با ایمان از دنیا برود کسی که مرتد بشود و از اسلام برگردد اساسا نه تنها اینکه صحابی شمرده نمی شود، بلکه مؤمن و مسلمان شمرده نمی شود و همچنین کسانی بودن بار این هستند که خلط بکنند و بگند علی عزب الله ابو بکر مهاجین و انصار سابقین اولین اینها کسانی هستند که مرتد شدند اما در واقع باید بگوییم که قرآن آیاش بسیار واضح است که میگوید تعدادی مرتد میشوند و تعدادی در برابر مرتدین جهاد و مبارزه میکنند که اونها خدا رو دوست دارند و خدا اونها رو دوست دارد و اینها ابوبکر صدیق رضی الله و تعالی عنه و همراهانش هستند پس این فضیلت دیگری برای ابوبکر صدیق رضی الله و تعالی عنه و سایر مهاجرین و انصاری که در این جنگ های مرتدین علیه کفار و مرتدین مبارزه کردند دعا بکنید که خداوند عزوجل به ما فهم صحیح آیات قرآن کریم و احادیث و سیرت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و علی و را عنایت بفرماید تا جلسه دیگر که باز هم در خدمت شما دوستان و سروران گرامی خواهیم بود السلام علیکم و رحمت الله و برکاته